تو آروم و قرار نداشتی سردار. قرارگاه ظاهری تو خاتم الانبیا بود، اما قرارگاه باطنیت که این روزا دیگه برای بچه‌هام رو شده دلارهای نفتی و مخابراتی و دارویی و معدنی و هزار اسکله قاچاق، هزار شرکت و هزار کوفت و زهرمار دیگه است. توف نکن سردار. اگه به صورت کسی میخوای توف کنی، برو جلوی آینه و زل بزن به اون کسی که تو آینه به تو زل زده. پیشنهاد میکنم حتما یه نگاهی تو آینه به خودت بنداز. داری زیادی پیر میشی سردار، نه؟ میبینی؟ عمرت پرید و رفت. اولش خوب درخشیدی اما حالا قبقبات زده بیرون. بگم قیافت شبیه کیا شده؟ اونایی که از فرط خون دلخوردنهای تصنعی زیادی فربه و چاق شدن. منظورم امثال آقای فیروزآبادی نیست، نه. فربگی مورد نظر من یه فربگی ذاتیه. مال حروم آدمو فربه میکنه سردار. حالا میخواد قطر شکم حروم خور قد بشکه باشه یا برعکس قد نی. حروم خور شدی سردار، حروم خور. اجازه میدی این کوله پشتی فرسوده رو جمع کنم از رو فرش؟ اگه فکر میکنی هنوز چشمات میبینه، یه نگاهی به لخته های جگر مردم بنداز. دستای خونی تو نمیخوای بشوری؟ ما با تو قرار بستیم که نه تو سیاست ورود کنی، نه تو مواضع اقتصادی و نه تو مسائل امنیتی. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو کارهای برزمین مونده زیاد داشتی. یه لحظه غفلت از اون کارهای برزمین مونده باعث می شد پشت انقلاب بیاد رو زمین، وضعیتی که الان گرفتارشیم. اما تو خیلی زود این قرارداد و یه طرف لغوش کردی. بر رو بر به صورت ما و به ریش قانون خندیدی و جلوی چشم همه رفتی به موازات وزارت اطلاعات دم و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی علم کردی. مستقیم با RPG های روی دوشت رفتی تو جلسه های مناقصه و پروژه ها رو پارو کردی تو قطار دنبال دار خودت. کی جرأت داشت به تو بگه بالای چشمت ابروه؟ با همون RPG های روی دوشت به صورت رقبای بدبختت خندیدی و از جلسه زدی بیرون. جیبات پر شد از پولایی که حساب و کتاب نداشت. کی جرأت داشت از تو حساب بخواد؟ بشین سر جات، حرفای من هنوز تموم نشده سردار.